توی یکی از روستاهای استان کرمان رفته بودم منبر، گفتن که آجا امسال تو روستای ما یه اتفاق عجیبی افتاده. فکر کنم سال 86 بود. گفتم چی؟ گفت که امسال یه سرمای عجیبی اومد، تمام پسته ها رو سرما زد تو منطقه ما الا یه باغ دست نخورد. خیلی عجیب بود. میگفتن جوری سرما زده باغها رو محصول سال بعدمونم احتمالاً خراب شده تا برسه به امسال، اما یه باغ دست نخورده. گفتم مال کیه؟ گفت مال یه جوان 30 و چند ساله‌ای. گفتم مسجد میاد؟ گفت بله. خدا اگه اومد به من نشونش بدید. منبر تموم شد، یکی از اهل مسجد دست یه جوانی تو دستش بود، اومد جلو. گاجایی همونیه که گفتیم. دستش رو گرفتم رفتیم یه گوشه مسجد، گفتم چه کار کردی یه اتفاق افتاده؟ گفت چی؟ وقتی سرما میاد ما برای اینکه محصولمون رو سرما نزنه لاستیک میاریم آتیش میکنیم، نمیدونم هیزم میاریم، کاه و امثال اینا آتیش میکنیم، دود بپیچه بین درختها، یه فضایی حالا نیمه گرمی ایجاد بشه که محصولمون رو باغمون رو سرما نزنه. منم عین همه لاستیک و هیزم و کاه رو آوردم آتیش زدم، دیدم اینقدر باغ سرده و هوا سرد شده که دیگه از لاستیک و کاه و هیزم و اینا کاری بر نمیاد. رفتم تو اتاق تو باغ، یه مفاتیح الجنان برداشتم، اومدم وسط باغ نشستم، زیارت عاشورا رو باز کردم، زیارت عاشورا رو خوندم. گفتم حسین جان این باغ نوکر شماست، من زندگی مال شماست، هرچی شما صلاح میدونید. من این کاری که از دستم برمی اومد انجام دادم، لاستیک و هیزم و آتیش و کاه و امثال اینا، از اینجا به بعد دیگه کار شماست، کار من نیست. فردا اومدم در باغم، دیدم همه باغای اطراف رو سرما زده، این باغ به حرمت توسل به سید الشهدا دست نخورده.